بعدی و جزئیات بیشتر این گزارش رو از تو بشنویم و چه نکاتی به نظر تو بیشتر قابل توجه اومد و پر اهمیت تر بود؟ اهمیت عمده این گزارش در اینه که این یک یادآوری است به جامعه بین الملل برای اینکه اون چیزی که در ایران طی 7-8 ماه گذشته در جریان بوده همچنان ادامه داره، یعنی نارضایتی به شکلی گسترده و فراگیر وجود داره و خب سرکوب ها هم موجوده و این گزارشی است که در واقع مجمع عمومی سازمان ملل متحد از دبیر کل خواسته در مورد وضعیت حقوق بشر در جهان، حالا اینجا در مورد وضعیت حقوق بشر در قبال ایران، که او این رو تنظیم کنه و ما شاهدیم که در تمام مواردی که برشمردی دبیر کل سازمان ملل متحد آنتونیو گوتش ابراز نگرانی عمیق کرده و این میتونه این اهمیت رو داشته باشه که دوباره با ارجاع به این گزاره جامعه بین المللی بدونه که از مقیاس، شدت، حدت، اندازه و ابعاد سرکوب‌ها بدونه و خب در گزارش مفصل مشخصاً به این اشاره شده که اون چیزی که در ایران شاهدش بودیم، این اعتراض‌های گسترده فراگیر مردمی، در واقع تجلی نارضایتی عمیق و گسترده است، نارضایتی اساسی. بنابراین اون چیزی که از سوی جمهوری اسلامی شاهد بودیم به روایت این گزارش که در واقع به امضای دبیر کل سازمان ملل متحد و تایید کننده گزارش های پیشین شورای حقوق بشر اینجا، در واقع اون چیزی که اتفاق افتاده از سوی جمهوری اسلامی برای خاموش کردن اعتراض ها به هر نحوی بوده، از در واقع به عنوان مثال از این استفاده غیر ضروری، غیر متناسب از ابزار خشونت، سرکوب مثل تیرهای کشنده تا بازداشت‌های فله‌ای و همینطور بازداشت خودسرانه و همینطور اعدام. تو از این گفته که به تفصیل و با جزئیات از روند اعدام‌ها گفته، اعدام‌هایی که گسترده‌تر بوده در سال 2022 نسبت به سال 2021 و در آغاز سال 2023 ما شاهد روند فزاینده این اعدام‌ها بودیم. در گزارش اومده که این اعدام‌ها رو جمهوری اسلامی برای ساکت کردن معترضین، انداختن هراس در بین معترضین ازش استفاده کرده و ضمن اینکه اقدامی تلافی جویانه است. همین تفصیل ها و این جزئیات به ذهن کنار که نشونگر روند اعتراض ها در ایران، روند اعدام دار و سرکوب ها، یک چیز مسئله مهمیه. شاید برخی این گزارش رو یک قدم کوچیک و عملگرایانه برای پاسخگویی کردن جمهوری اسلامی بدونن، چون که یک توصیه 14 گانه ای دبیر کل سازمان ملل متحد درش آورده که برخی از اونها میتونه اقدام های موثری باشه. و بردیا، خیلی کوتاه اگه ما بگی که آیا جمهوری اسلامی موضعی در برابر این داشته یا متصور هستیم که موضعی بگیره در برابر این گزارش؟ در این گزارش اشاره شده که جمهوری اسلامی در این مدت تعامل داشته با شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و آقای ولتر تو که دو روز پیش این نشست دوره‌ای آغاز کرد، اشاره داشت که آره این تعامل وجود داره، اما این تعامل حد اقلیه. این تعامل به معنای این نیست که جمهوری اسلامی پایبند به تعهداتش در قبال این شورا و همینطور درباره اون مکانیزم که حالا اینجا شکل گرفته بود پاییز سال گذشته برای حقیقت یابی این مکانیزم شورای حقوق بشر در پی اون چیزی که پس از کشته شدن مهسا جینا امینی اتفاق افتاده بود. بنابراین اونها میگن که جمهوری اسلامی خیلی فعالیتاش حداقلیه، یعنی ناچیزه با این مکانیزم ها و با نسبت به تعهداتش. اما واقعیتش اینه که اگر این مکانیزم ها بخواد کارآمد باشه، جمهوری اسلامی باید تعامل داشته باشه و این هم این گزارش تلاشی است برای اون قرائتش و خب این حضور که در ساعت دیگه اتفاق میفته تلاشی است برای اینکه جمهوری اسلامی پاسخگو باشه، در حالی که در گزارش اومده مجراهای پاسخگویی بسیار باریک بوده در جمهوری اسلامی. بردیا افشین همکارم از لندن، خیلی متشکرم بردیا از گزارشت.